درود بر شما و تحول خوش آمدید. رئیس جمهور غنی در آغازین روز جرگه مشورتی صلح میگوید که گفتگوهای صلح در یک دوراهی قرار گرفته و طالبان هشدار دادند که اگر 400 زندانیشان رها نشوند خشونت‌ها را افزایش خواهند داد. اما به گفته آقای غنی طالبان وعده کردند که در صورت رهایی این 400 زندانی در 3 روز مذاکرات صلح با حکومت را آغاز میکنند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی که ریاست جرگه را هم به دوش دارد میگوید که این جرگه درباره تداوم جنگ و یا برقراری صلح تصمیم خواهد گرفت. از سوی هم عبدالرب رسول سیاف از شرکت کنندگان این جرگه میخواهد که خونریزی و انسان کشی به هر قیمتی که باشد را پایان بدهند. حالا پرسش هایی که به میان میآید، حکومت افغانستان چقدر در مورد نشستی که حالا غیر قانونی خوانده میشه چرا اینقدر اصرار داشت؟ آیا نمیتونست که حداقل پیش از این چنین جرگه‌ای را برگزار کنه؟ یعنی در همون آغاز رهایی 5000 زندانی طالبان. سوال دیگری که اینجا مطرح میشه، صلاحیت های چه کسی بیشتر هست و چه کسی تصمیم گیرنده هست؟ خلیلزاد و طرف آمریکا و یا آمریکایی ها یا نه حکومت افغانستان و این جرگه؟ آنچه قابل بحث است، آنچه از طرف آمریکایی ها امضا شد حدوداً 5 ماه پیش چقدر میتونه حالا راهگشای بحث صلح افغانستان باشد و به میزان جنگ و انسانکشی در این کشور بیشتر از این نینجامد؟ پرسش های زیاد دیگر همینجا قابل بحث است. صحبت خواهیم کرد با جناب حضرت عمر زاخیلوال. تا دقایق دیگر در نخست گزارش بیننده باشیم. سرانجام جرگه مشورتی صلح با حضور 3200 تن از بحر تصمیم درباره آزادی 400 زندانی طالب با سخنرانی رئیس جمهور غنی آغاز شد. طالبا گفتن که در صورتی که 400 نفر رها شوند امروز، 3 روز بعد از امروز مذاکرات رسمی بین هیئت مذاکره دیما و طالبان انشاءالله تعالی شروع خواهد شد. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه که دور قبلی جرگه را با همین ترکیب تحریم کرده بود، این بار اما ریاست جرگه را بردوش گرفت. تصمیم شما تصمیم مرگ و زندگی برای مردم افغانستان است. شما مشوره حیاتی است برای مردم افغانستان و من یقین دارم که انشالله عقل جمعی مردم افغانستان رهنمود خوبی و راهگشایی برای صلح و صلح پایدار و با ثبات و با عزت در افغانستان خواهد بود. تا رسیدن به ایجا از 70 کوتل و از 7 خوان رستم گذشتن بود. آل به یک لحظه باریک و اساس نزدیک شد. به باور اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، گفتگوهای صلح در یک دوراهی و یک نقطه اساس رسیده. به نحو انتظارشان است که اعضای جرگه برای رهایی حدود 400 زندانی طالب رأی موافق بدهند. در همین حال عبدالرب رسول سیاف از اعضای جرگه می‌خواهد که راه را برای رسیدن به صلح هموار بسازند. نظری را قائم نکنین که در سر راه مصالحه مانع را ایجاد کنه یا عقبات را ایجاد کنه. در روزهای آینده اعضای جرگه در کمیته های مختلف روی رهایی و یا عدم رهایی حدود 400 زندانی جنجال برانگیز طالبان رایزنی خواهند کرد و در نهایت تصمیم نهایی خواهند گرفت. اما گروه طالبان از همین آغاز گفتند که این جرگه غیر قانونی است و نمیتواند گره را از برابر گفتگوهای صلح بگشاید. آقای حضرت عمر زاخیلوال سفیر پیشین افغانستان در پاکستان روی خط تصویر هستند. درود بر شما زاخیلوال صاحب، ممنون از حضورتان در برنامه. از اینجا میخوایم آغاز کنیم که نشست امروزی یا لویه جرگی مشورتی گره گشای بحث صلح خواهد بود یا او را به کرگری مبدل خواهد کرد؟ امیدواری مایی است که بالاخره 400 نفر زندانیه که
جنجال برانگیز شده بود، هرچند که به نظر ما به فیصله لویه جرگه نیازی نبود، همان طوری که 4600 رها شد و طبعا در اونجا هم که فشار امریکا بود، در این 400 هم فشار و یا تشویق و هرچی دیگه میگه او دخیل هست، و در این وقت لویه جرگه مشورتی هیچ نوع حیثیت قانونی هم نداره، چیزی به نام لویه جرگه مشورتی ما در قوانین هم نداریم و هر تصمیمی که رئیس جمهور گرفته نمیتانه، وقتی که او گرفته نمیتانه لویه جرگه مشورتی را ما البته توقع در قوانین هم کدام چیزی نداریم که اونا در این مورد میتانه، طبعا هدف از مشوره است، ولی هرچند که بازم یک عذر شده بود خوب است که لوی جرگه شد و بالاخره توقع ما است که اینا فیصله خواهد کردن که 400 زندانی رها شود. خب شما اظهار امیدواری کردین، امیدواری تا باور داشتن به مسئله خیلی ها فرق داره. آقای زاخیلوال فکر میکنین چی گزینه‌های روی دست است؟ اگر توقع ما است، چون که در تماس هستیم امرای جرگه که اینا فیصله خواهد کردن و اگر فیصله نکنه 400 زندانی رها میشه، در هر دو صورت رها میشه، ولی توقع ما است که یعنی چی همینجا یک تمکین اگر داشته باشیم، یعنی چی حالا اگر اینا فیصله هم کنن، اگر فیصله هم نکنن، اگر رأی مثبت هم بدن، رأی منفی هم بدن، اینا رها خواهند شد، یعنی چی؟ بس عقل عبدی؟ اصل گپ در اینجاست که بالاخره رهایی 5000 زندانی توافق بین امریکا و طالب بود، نه بین حکومت افغانستان و طالبان. حکومت چرا باید چنین کار را انجام بده؟ اینا از شروع که 4000 در همه 5000 حکومت مخالفت خود نشان داده بود، منطق و دلیل هم داشت، ولی بالاخره که از اونا 4000 600 رها کردن. در نهایتش من متوقع هستم که اگر همین 400 دیگه هم رها میشه، ولی طبعا یک تاییدی را از لویه جرگه میگیره، از لویه جرگه مشورتی یا مشوریش میگیره. امیدواری ما ای است که در 3-4 روز آینده اینا هم رها خواهد شدن و منطوری که اعلان شد مذاکره در این هفته داخل یک هفته بالاخره مذاکرات صلح آغاز خواهد شد. همینجا حالا بحث اجبار اگر در میان باشد، تاییدی و ردش پرسش را میتونه بدون بال داشته باشه. همزمان با این فکر میکنین آقای زاخیلوال که حکومت افغانستان داره چه کار میکنه؟ خود میدانه به آنچه که صحبت میکنه و پس از او اجرا؟ فکر میکنم در کل خود پروسه صلح از آغازش متاسفانه در مدیریت خود پروسه و چیزی که حکومت افغانستان در او روبرو شد و از خودش نبود، در مدیریتش هماهنگی خیلی خوبی وجود نداشت، مدیریت خوبی نبوده. شما اگر ببینین در این یک سال و خصوصا در این 4-5 ماه خطای سرخ کشیده شده و پس حکومت عقب نشینی کرده. اول موقفش در مورد 5000 یک موقف سخت دریزی بود و از اونا عقب نشینی کرد و آهسته آهسته بالاخره رها کردن و باز در مورد 400 نفر یک موقف خیلی محکمی گرفتن من حیث یک خط سرخ، ولی امروز از اون خط سرخ هم میگذره. و امروز چیزی که جالب بود در سخنهای رئیس جمهور که این 400 نفر را حکومت به خاطر اینا پیشنهاد میکنن که تاییدیش از لوی جرگه بگیره، به خاطر که طالب تهدید کرده، اگر اونا تهدید نمیکرد و یا او ترسی وجود نمی داشت ولی حاضر ها میکرد، یعنی حالا حکومت ترسیده را. این را میخواین بگین؟ طبعا میمانایی داره. خب میتونستن پیش از 5000 هم، پیش از رهایی 4600 تن دیگر یا اون که حالا بیش از 5000 دیگر رها شده، میتونستن این چنین تصمیم رو بگیرن، این جرگه رو میتونستن فرا بخوانن و تصمیم گیری.
متاسفانه یه اشتباهی صورت گرفته. متاسفانه مدیریت سال پای در پای اشتباهاتی صورت گرفته که موقف حکومت خیلی ضعیف بود. برداشت خود موقف حکومت که از یک برداشت خیلی خوبی نیست بالحال. میتانه شد که متصل بعد از توافقنامه طالبا و امریکا حکومت طوری نشان بده که همین 5000 زندانی ها را به ارادی خود و تصمیم خود رها میکنه، بازو یک موقف متفاوت تر می بود در اونجا. این چیز را میتانست ولی از او استفاده نکرد و از این همی ضعفی که حکومت در هر قدم نشان داد او به قوت طالب تبدیل شد. طالب یک اینچ از موقف خود عقب نشینی نکرد ولی در هر اقدام و هر اعلانی که حکومت کرد، حکومتی که به اصطلاح کدام اقداماتی که نارد کردن از او همهش عقب نشینی کردن. تا حال نشست به اتمام نرسیده، فیصله هم صورت نگرفته، هرچند نشست غیر قانونی است. بیشتر تمکین خواهیم داشت روی این مهم هم آنچه را که مجلس گفته. رئیس مجلس، نمایندگان و حقوقدانان و اکثریت شهروندان به امین باورند، چون در فصل لویه جرگه، فصل ششم قانون اساسی افغانستان، هیچ چیزی از لویه جرگه مشورتی نیامده. اما طالبا گفتند که این جرگه هوس تمدید قدرت نامشروع، گسترش جنگ، جلوگیری از صلح و تخریب پروسه مذاکرات بین الافغانی هست. با در نظر داشت این مواردی که از طرف طالبان بیان شده، چه انتظاری داریم پس از مذاکراتی که ممکن آغاز شود و این 400 نفر هم رها شود؟ مذاکرات آسانی نخواهد بود. متاسفانه بازم فضایی که برای مذاکرات لازم است و فضایی را فلحال ما نداریم. با مقایسه 5 ماه قبل که خشونت در سطح پایینش بود، 5 ماه قبل که در دنیا در یک وضعیتی متفاوت تری بود، ویروس کرونا که نبود ولی او یک فاکتور قابل ملاحظه هست، انتخابات در ریاست جمهوری در امریکا و همچنان موقفای دو کاندیدی مطرح در اونجا که موقفای ضعیفتری است در مورد افغانستان، خصوصا اعلان هر دویشان که در هر صورتی اینا نیروهای خود از افغانستان میکشد، این همه ایش تاثیر گذار بوده بالای فضا و خصوصا موقف حکومت افغانستان که متاسفانه حکومت افغانستان ما انتقاد کرده میتانیم که وقت کشی نهایت زیادی کردن در یک سال، خصوصا یک جبهه در مقابل پروسه صلح و یا مذاکراتی طالبا و امریکا گرفت، توانمندی هم نداشتن که او پروسه را استاد بکنند و چقدر به سودشان تمام شد. این یک بحث خیلی عمده است. با نقص این طرف بوده، حکومت خود ضعیف کرد، متاسفانه موقف خود ضعیف کرد یا به حدی رسید که امروز رئیس جمهور اعتراف میکنه که ما زندانیا را به اراده خود رها نمی کنیم، بلکه تشویش و ترسی وجود داره و به خاطر او تشویش و ترس باید رهایش کنیم. این در ذات خود یک موقف خیلی ضعیف نشان میده. این تشویش و ترس از طرف کی بوده میتونه؟ فشار آمریکا، از طرف طالب یا کشورهای همسایه؟ خب ظاهر قضیه یک چیز بوده میتونه، باطن قضیه چی؟ خب دقیق، ولی اول خود آمریکا مذاکره ای که با طالب داشت، حکومت افغانستان هیچ نوع سهمی در اونا داشت، حتی هیچ نوع مشوری با حکومت افغانستان، هرچند که ادعا میشه که مشوره ها صورت گرفته، چون حکومت افغانستان در یک موقف در تقابل او خود قرار داده بود، ولی حالا مشوری خیلی کمتری با حکومت افغانستان در این مورد، خصوصا آنچه که آقای داوزه هم اعتراف کردن، فقط برشان همون توافق نامه نشان داده شد که این توافق نامه است، پس گرفته شد و برده شد. دقیق. ولی حالا اونا بدون ای که حکومت افغانستان در اعتماد بگیره و یا در مشوره بگیره و یا معلومات شریک بکنن، توافقنامه طالب و امریکا نهایی شد. در اون مواردی بود برای اجراءات برای حکومت افغانستان، خصوصا رهایی 5000 که حکومت خیلی کم در جریان بود و چون امریکا تعهد کرده بود در اونجا
باید تطبیق میشد، ولی هذا فشار امریکا از یک طرف و طبعا در متاسفانه در کمی و کاستی مدیریتی که در اینجا بود و همچنان مذاکرات مستقیمی که طالب با دنیا و با امریکا و با همه داشتن در موقف قوی تری اونا قرار گرفتن. این از اثر ضعف حکومت افغانستان خوانده میشه. بله دقیقا. نه اما سوالی که مطرح میشه اینجا زاخیل وال صاحب، رئیس جمهور امروز در نشست گفت که تدویر لوی جرگه مشورتی تعهدش نسبت به تطبیق قانون اساسی نشان میده. یعنی چی؟ شما برداشت دارین از این صحبتشون؟ نه، برداشت ما این است که توجیه قانونی قطعا وجود نداره. توجیه مشوره طبعا، ولی آیا ضرورت بود برایش قابل سوال است. اگر ضرورت هم باشه، اگر این لویه جرگه تنها به خاطر این یک موضوع دایر می شد، با ضرورت چی بود که جرگه سه روز دوام پیدا کنه؟ دیگه می دانش شد که در اونجا مطرح کنه حکومت کیس خود، دو سه سخنرانی هم داشته باشن و رای گیری شوا بالاخره در اونجا. ولی برای چی وجود داشت؟ پس برای چی انداختن بار مسئولیت از شانه‌های خود و شانه‌های مردم یا چیز دیگر؟ فکر می‌کنم کمی بیشتر از او بوده، ایام هست در شکی نیست، ولی در این وقت طبعا مسئله دوام قدرت هم مطرح است در اینجا. این حراسی وجود داره که در صورت پیشرفت در مذاکرات صلح شاید که ایجاب بکنه و یا تهدید باشه برای بعضی کسایی که در رأس قدرت قرار دارن که او مورد معامله باشه و یا قیمت صلح باشه، و فکر میکنیم که به همچون قیمت بعضی کسا شاید آماده نباشه. پس این اگه واضح تر داشته باشم، یعنی حکومت به خاطر ترس از سقوط نظام و یا از میان برداشته شدن نظام آمد چون این نشستی را برگزار کرد؟ نه خیر. حکومت و نظام دو چیز متفاوت تری هست. نظام همه مردم افغانستان. خب ترس از دست دادن چوکی، بحث از چوکی است. چوکی یک فرد و دو فرد و یا سه فردی هست که او این افراد کیا بودن میتونن؟ بله؟ این افراد کیا را میشه شما بشمارین؟ در امی که سال گذشته علی رغم همه مشوره ها که به خاطر صلح انتخابات ریاست جمهوری به تعویق انداخته شود و خصوصا که آمادگی خوبی ما به انتخابات ریاست جمهوری هم نداشتیم، فوکس زیاد سر خود صلح شود که پیشرفت در صلح داشته باشیم و با در نتیجه صلح یا به انتخابات بریم و یا بر هر ستپ موقت و بعد از انتخاباتش، ولی یک موقف خیلی جدی در مقابلش گرفته شد. باز ما یک انتخابات ما داشتیم که مردم در اون سهم نگرفتن متاسفانه، یک حکومت قوی در نتیجه انتخابات با وجود نامد که یک مندیت قوی را از مردم و مشروعیت قوی را از مردم بگیره. و متاسفانه امروزم از دستاورده چیزی که یاد شد انتخابات بود، که این ما حال انتخابات داریم و یک حکومت به اساس قانون اساسی داریم و چطور و چنان قانون اساسی باز از دفاع ضروری است و دفاعش معنی ای که این حکومت باید 5 سال دوری خود پورا کنه و چیزی قابل معامله نیست. 5 سال دوری حکومت موجود و یا زحمت موجود هست. اینی که هرچند که خیلی واضح نبود، ولی از لابلای حرفا چون این معلوم می شد که این معنی را داره، و یا مخالفت با حکومت موقت در نتیجه صلح که نباید بپذیریم، همچون هرچند که امروز خیلی زیاد در این بحث نشد، ولی در کمیته ها همچون بحثایی هست و قبل از او بوده. در حالی که مثلا یک ماه قبل ما دو مرجع خیلی مهمه برای مذاکرات صلح و یا در مدیریت صلح که خود در قدم اول ریاست جمهوری است، در قدم دوم شورای مصالحه عالیش مصالحه ملی است که در راز داکسی عبدالله ماه گذشته در یکی از بیانات خود گفت که ما خط سرخ به مذاکرات نداریم،
حتی میتونه شد که بالای حکومت موقت حرف زد در اوجه مذاکره شود. ولی پس حالا داره حکومت موقت ممکن شکل بگیره؟ بله. حکومت موقت پس بر این اساس امکان داره شکل بگیره؟ اترسی از اینجا است. ما نمیگیم که شکل میگیره. ولی اگر در مذاکره و خود توافقنامه صلح ایجاب بکنه که چون این کار شوه، موقف داکس عبداللهی بود که ما باید که در این مورد انعطاف داشته باشیم و یک نظر باز داشته باشیم، میتونیم که را بحث بکنیم. ولی عرض به شدت رد کرد چون این امکان را. فلاحظا میبینیم که تفاوت نظر جدی در این مورد و موارد دیگه خصوصا که بر میخوره به خود دوام قدرت و یا پایان قدرت، در اینجا ما تفاوتهای جدی نظر میبینیم، هم در داخل حکومت و هم حکومت و سیاسیون در اینجا تفاوتهای نظر هست. اما جناب زاخیلوال، حالا تحلیل های دیگه هم وجود داره و گپ و گفتا خیلی زیاد از دنیش هم روسی، این که گویا امریکا 70% قدرت را به طرف طالبان خواد داد و 30% قدرت را به جنابان غنی و عبدالله. این تحلیل چقدر بجا بوده میتونه و این خبر چقدر درست بوده میتونه؟ نه قطعا همچی چیزی باز که امریکایی همچی تقسیمی میکنه باز خود مذاکرات بین الافغانی هیچ معنی نداره. پس اینجا امتیاز دهی تا اینجای کار اینقدر به طالبان چی را میرسونه؟ نه این بحثا و صیب نظری هایی هست که تا به حال ما کدام شواهدی را، چون که در با خود پروسه صلح خیلی نزدیک مانده، هیچ نوع بحثی را مشاهد نیستیم که همچون بحثی صورت گرفته باشه، حتی بحثی در مورد حکومت موقت. ولی گپ در ایست که اگر در مذاکرات صلح ما پیشرفتی داشته باشیم، بالاخره همه مسائل دیگه را حل بکنیم و به این برسه که خود چطور طالب به قدرت داخل میکنیم و او ایجاب حکومت موقت بکنه، شخصا من نظر ما اینمیست که مشکل ما باید نداشته باشیم. حکومت موقت ما در آغاز پروسی بنم از حکومت موقت شروع کردیم، در اون چرا حراسی داشته باشیم؟ حکومت آیا این عقبگرد نخواد بود یا رفتن به 18 سال گذشته نخواد بود آقای زاخیلوال؟ نه قطعا نی. ببینن نظام به جای خود میمانه، ادارات همه ایش به جای خود میمانه. امی فلحال که ما حکومت ایار راستی هم ما به اساس قانون اساسی فیلحال حکومت داریم، آیا راستی هم 5 سال قبل که حکومت وحدت ملی بود او به اساس قانون اساسی بود؟ قطعا نه. وقتی که برای شریک کردن دو آقا ما میتونیم در قدرت ما از قانون اساسی را کنار بگذاریم و حکومت را تشکیل بدیم که قطعا در قانون اساسی نیست، برای صلح چرا ما نتانیم؟ ولی حاضر در اینجا یک نظر باز داشته باشیم. اینجا هست که منفیت ها ملی را ترجیح بدیم به منفیت ها و یک شخصیه که وجود داره و طبعا کسایی که در رأس قدرت و خصوصا در کنترل مذاکرات هستن، همان اندازیه که مسائل ملی برش مطرح، مسائل شخصی قدرت هم برشان مطرح و مهمه. اگر در جنبندی صحبت ها از شما داشته باشیم آقای زاخیلوال، چقدر نگران قربانی شدن عدالت هستین؟ مطمئنا آنچه که از طرف کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز نشر شد، از طرف نهاد عفو بین الملل نشر شد و سایر شهروندان و انتقادایی که در داخل نشست شد یا جرگه شد، همه را مطمئنا شما دنبال کردین. چقدر نگران هستین از این بابت؟ ببینن بالاخره مذاکرات صلح و موافقتنامه صلح یک تصمیم سیاسی هست، یک تصمیم حقوقی متاسفانه و قانونی نیست. ما پس برمیگردیم مثلا در نتیجه کنفرانس بن در 2001، آیا عدالت قربانی شد نشد؟
در امی 18 سالی که ما داشتیم و سیاست مصلحت در خیلی موارد ترجیحاً استفاده شده، آیا عدالت قربانی شده یا نشده، طالب و کنار میگذاریم. وقتی که مسائل به صلح میآید، اضافه تر باید آینده نگر باشیم. ما که پس بر بگردیم مسائل عدالت مطرح بکنیم، با طرف طالب نیست. در 1980 ما میریم دروجه میبینیم دولت کمونیستا بود، مظالمی را مرتکب شدن، بعد از اون مجاهدین بودن، مظالمی را مرتکب شدن، باز نظام طالب بود، باز بعدش در این 18 سال جنگی که در افغانستان بود طالب هم جنگ کرده و از این طرف هم که هم از جامعه جهانی و هم از طرف ما مظالمی صورت گرفته. پس شهروندان افغانستان همچنان باید همه را تحمل کنند. متاسفانه در وضعیتی جنگی که هر روز ما 200-300 نفر قربانی میتیم، بالاخره باید یک فیصله سیاسی را داشته باشیم. و همین دلیل است که مثلا 4500 یا 5000 نفر ریایی میشه ولی صدایی از مردم ما نمیبره. به این معنا نیست که اینا انتقاد ندارن، ولی به خاطر صلح این همهش قربانی است که ما باید بدیم. و طبعا باز چیزایی را هم شناسایی کنیم که کدام چیزایی است که ما هم قیمت پرداخته میتونیم و کدام چیزایی است که قیمتش پرداخته نمیتونیم. این هم یک قیمت است که طبعا مردم ذهنیتش آماده به این است که قیمت بپردازه و آینده نگر باشه. بسیار تشکر حضرت عمر زاخیلوال، سفیر پیشین افغانستان در پاکستان، از اینکه حضور یافتین در برنامه. تشکر شما. وقت شما بخیر. وقفه میگیریم. پس از وقفه با جنابان علی اخلاقی و واحد فقیری، نماینده مردم و یک نویسنده و تحلیلگر صحبت خواهیم کرد. ادامه برنامه خوش آمدین. آقایان محمد علی اخلاقی، عضو مجلس و شرکت کننده در لویه جرگه، و واحد فقیری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی از آمریکا، روی خط تصویر با ما وصل هستند. آقای اخلاقی، درود بر شما، ممنون از اینکه حضور یافتین. میخوایم بحث را از اینجا آغاز کنیم که نشستی که برگزار شد چقدر و چه قانونی داره. هرچند بحث‌های زیادی را به دنبال داره که خلاف قانون اساسی افغانستان است، اما صلاحیت های کدام یک بیشتر است؟ پرسشی را که یک در رسانه‌های اجتماعی امروز رویش بحث شد، شهروندان افغانستان یا نمایندگان مردمی که اینجا حضور دارند به عنوان کسانی که مشوره خواهند داد یا طرف آمریکایی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، خدمت مهمان محترم شریک در بحث و بینندگان محترم برنامه‌تون. البته چند شب قبل هم در برنامه با خدمت شما بودیم، خدمت تلویزیون آریانا یادآور شدیم که برگزاری از نشست یا جرگه مشورتی صلح تحت فشارهایی است که بالای رئیس جمهور این فشارها اعمال میشه، و امروز بسیار مشخص بود که با همزمان با آغاز نشست بیانیه ای که از طرف آمریکا یا سفارت آمریکا بیرون داده شده بود و بحث آزادی یا بحث 400 زندانی طالب را به عنوان مانعی بر سر راه صلح و گفتگوهای صلح مطرح کرده بود، نشان دهنده از این است که اصلا فشارهای بالای رئیس جمهور وجود داشته وقتی برازی که باید 400 زندانی آزاد شود. با توجه به اینکه چنانچه خود جناب رئیس جمهور هم امروز در افتتاحیه این نشست مطرح کردند که از صلاحیت ما نیست و این کسایی هستند که اینا محکوم به اعدام هستند، کسایی هستند که اختطاف شدند که شدیدترین مجازات و همینطور کسان دیگه، لذا این جرگه مشورتی را برگزار کردند. ما هم شب یادآور شدیم که جرگه مشورتی کدام ضمانت اجرایی قانونی و حقوقی ندارد. پس چرا باید برگزار شود؟ و هیچ مبنای حقوقی ندارد. اما مطابق ماده 65 قانون اساسی، رئیس جمهور میتونه که در رابطه با موضوعات مهمی کشور
با نماینده های مردم مشوره داشته باشند. نماینده های مردم؟ نماینده های مردم تعریف شدند. چه کسان دیگر هم میتونه شامل باشه؟ خب ما وقتی که در این اجلاس اعضای شورای ولایتی میایه، از ولسوالی ها یک تعداد مشخص میشه، اینا میتونه تا یک حد نمایندگی از مردم داشته باشه. اما یکی در ولایات یا در ولسوالی ها اشخاص بر اساس واسطه، بر اساس شناخت انتصاب میشه، او بحث جدا است. همین نشستی که جریان داره، شما هم عضوش هستین آقای فکری، آقای اخلاقی، سوال من همینجاست، این قانونیه؟ عرض کردم که قانونی ما در وقتی گفته میتونیم که فیصله از او، تصویب از او نشست ها پشتوانه قانونی داشته باشد. پس شما به عنوان یک نماینده مردم در یک نشست غیرقانونی اشتراک کردین؟ اجازه بدین ما در یک نشست مشورتی که قانون اساسی برای رئیس جمهور اجازه را داده که های مشورتی داشته باشد، نشست مشورتی شرکت کردیم. که این نشست مشورتی تقریبا 60-70% غیر از اعضای شورای ملی هست. اینا شما حساب کنید، از 3400 نفر تمام اعضای شورای ملی هم اگر شرکت بکنه میشه جناب اخلاقی، نشستی که حالا میتونه راه حلش قانون باشه. شما قانون اساسی افغانستان را فراموش نکنین که اینجا وضاحت داره. خب فصل ششم قانون اساسی افغانستان در مورد لویه جرگه است. مردم اذیت شدن، در کنارش پول مصرف شد، این بزرگواران هم حضور دارن اینجا، هیچ نوع الزامیتی نداره مشوریشان اجرا کردنش، اما حکومت میایه، مشخصا آقای عبدالله میایه میگه که یک بار حکومت افغانستان از بی صلاحیتی نشست سخن میزنه، از طرف دیگه آقای عبدالله میایه میگه که این نشست درباره تامین صلح و یا تداوم جنگ تصمیم خواهد گرفت. یعنی چی؟ ببینید، دو موضوع باید ما از همدیگر تفکیک بکنیم. یکی بحث این که آیا این نشست مخالف قانون هست یا در مخالفت با قانون نیست. ما در این مورد میگم که مخالفت با قانون نداره این نشست. چگونه؟ لوی جرگی مشورتی من... اگر این پای افراد سومی چگونه کشانده شد به این نشست، در حالی که نمایندگان ولسوالی ها، خب شورای ولایتی و نمایندگان مردم گزینه خیلی خوب بودن به تحلیل برخی حقوق دانان. شما اگر اجازه بدین که من همی صحبت خود تکمیل بکنم، عرضمی است که این جرگه این است که در قانون اساسی تعریف شده و او جرگه ضمانت اجرایی داره و مصوباتش بالاتر از مصوبات شورای ملی است، چون حتی در اونجا در رابطه با رئیس جمهور بحثش مطرح است. بحثی است که این نشست مشورتی هست، مخالف با قانون نیست. این یک بحث است که ایر جدا بکنیم. بحث بعدی است که آیا یک نشستی که کدام الزامیت نداره، کدام پشتوانه حقوقی و قانونی نداره، با این همه هزینه های زیاد، با این همه اذیت و آزار شدن مردم که شما هم بهش اشاره کردین، آیا این نیاز هست در چنین شرایطی یا نیاز نیست؟ این دو موضوع باید از همدیگر. خب همین مورد دوم را اگر پاسخ بتین، آیا نیاز هست یا نه؟ با توجه به اجندایی که امروز مطرح شد و ما در کمیته که بودم هم در اونجا مطرح کردم و اعتراض کردم به شیوه اجندایی که در اونجا از طرف یک تعداد جوانایی که اینا با عنوان مسئولین اونجا آمده بودند و دقیق هم نمیتونستن توضیح بدن، وقتی این اجندا مطرح شد و سوالات مطرح شد، من اونجا اعتراض کردم که به این شیوه شما بحث نباید مطرح کنید. ببینید سوال اولی که اونجا مطرح میشه سوال چی است؟ سوال این است که آیا شما حاضر هستین که زندانیان طالب رها شوه و در صورتی که آتش بس دائمی برقرار شوه و گفتگاه ها آغاز شوه؟ بعد اونجا دو تا گزینه داره. گزینه اول این است که ما با این شرایط حاضر هستیم که زندانی های طالب آزاد شوه. گزینه دوم این است که نه،
زندانهای طالب آزاد نشوه و جنگ ادامه پیدا بکنه. اونجا ما یادآور شدیم که این شبیه یک امتحان کنکور هست که شما دو تا گزینه صحیح و غلط است تقریبا که 99.5% گزینه اول انتخاب میکنه و به این شیوه نباید بحث مطرح شد. وقت 3000 نفر از سراسر افغانستان جمع میشه، اجازه بدیم که اینا نظریات خود را مطرح بکنه، اینا گزینه های مختلف را مطرح بکنه، نه اینکه شما بیاین سوال مطرح بکنین، بگین که این سوالی که مطرح کردیم آیا شما با گزینه الف موافق هستین یا با گزینه ب موافق هستین، شبیه یک سوال تستی. پس بحث ما این است که این نشست نشست مشورتی است، کدام مخالفت قانونی نداره، اما نشستی که او هیچ نوع الزامیتی نداشته باشه، نشستی که پشتوانه حقوقی و قانونی نداشته باشه و با توجه به اجندایی که امروز مطرح شد، چنین نشستی هیچ درد را دوا نمی‌کنه و چنین نشستی ضرورت و نیاز جامعه افغانستان را برطرف نمی‌کنه. خب شما اینجا با عنوان نماینده مردم اونجا حضور دارین آقای اخلاقی، پس در نشستی که درد مردم را دوا نمی‌کنن اشتراک شما به چه معنا؟ خب وقتی که تصمیم گیری کردن نمیتونن نشست، وقتی که تصمیم گیری کردن نمیتونن، میخوایم خیلی کوتاه با جواب شما رو داشته باشم، پس چه نیاز است که شما اشتراک کنین در او و وجهه بتین برای از او که گویا تفسیر برخی دیگر این است که خب نمایندگان مردم اشتراک کردن، این میتونه جنبه قانونی پیدا کنه. دید برخی اینه، فکر نمیکنین این بحث حقوقیش را خیلی ها میتونه در دراز مدت شکننده تمام کنه که هر کس بیایه به تفسیر خود به دل خود نشستی برگزار کنه؟ ببینید در ارتباط سوال شما ما دو موضوع میخوایم مطرح کنیم. یک این که خیلی کوتاه ما میخوایم با حضور خود اون اعتراض خود را و اون انتقاد خود را و اون پیشنهاد خود را مطرح بکنیم. با نشستن در خانه آیا فکر میکنید که اون چیزی که ما میخواییم اون چیز مطرح خواهد شد؟ از طرف دیگر بود دیگه در نظر بگیرید. اجازه بحث دوم این که از 3400 نفر 250 نفر اعضای چیست؟ اعضای ولوسی جرگه است که از این 250 نفر هم حداقل نزدیک به 100 نفر شاید اینا در مسافرت های خارجی باشه. آیا با شرکت کردن و نکردن این 150 نفر در این جلسه مشورتی فکر میکنید که کدام صدمه در اعتبار این نشست به وجود خواهد آمد؟ این صلاحیت قضاوت را شهروندان افغانستان دارن و افراد مسئول، اما سوال ما دقیقاً جواب پیدا نکرد. فکر نمیکنین که از بود دیگر هم میتونه متضرر بسازه آینده افغانستان را؟ هر کی موردی را انجام بده هرچند خلاف قانون اساسی افغانستان باشه، آنچه که دور زده شده بار بار، بیاین و با جمع کردن چند نماینده مردم و چند شهروند دیگری کشور که نمایندگان ولسوالی ها خوانده میشن و مردم خوانده میشن، ما یک اصل غیر قانونی را بگذاریم. پاسخگوی این که خواد ما باز یادآور میشم ضمن این که تاکید میکنیم ما مخالف برگزاری چنین نشست که پشتوانه قانونی و حقوقی ندارد و الزامیت ندارد و هزینه های هنگفت را بالای مردم تحمل میکند، ما مخالف چنین نشست هستیم. اما ای به این معنا نیست که این نشست مخالف قانون اساسی است. نشست در مخالفت با قانون نیست. جناب رئیس جمهور این حق را داره که نشست های مشورتی 100 نفری، 500 نفری، 1000 نفری داشته باشد. این مخالف قانون نیست. اما نه زیر نام جرگه مشورتی. این چون به خاطر اینکه بحث جرگه که مطرح میشه، باز اون میتونه بحث قانونی خود را داشته باشه. فصل ششم وضاحت داره آنچه که حقوقدانان تحلیل میکنن، شما نماینده مردم هستین، این موارد را مطمئنا خیلی خوب میدانین. میریم به طرف جناب فقیری. درود بر شما فقیری صاحب. آنچه که برداشت کردین از صحبت های آقای اخلاقی چه بود و این نشست را چگونه یافتین امروز؟ اول آریان صاحب تاسی او شاغلی محترم اخلاقی صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. یعنی په مجموع کې کسړی د دغه مشورتي جرګو او دستاوردونو ته وګوري، تر اوسه پورې هغه لومړی لوی جرګې یا مشورتي جرګې دا هم په مجموع کې سړی دې ته رسیږي چې دغه ډول مشورتي جرګې پرته له دې چې مصارف وسی بی ځایه، پرته له دې چې خلک د صحیح
مشکلات سره مخامخ سي د کرونا په دغه حالت کې داسې یو جرګه غټه نیول هغه په افغانستان کې چې تقریبا 10% انسانان په کرونا اخته دي او په کابل کې یوازې تقریبا نیم نفوس په کرونا اخته دي په دغه سي یو حالت کې دغه سي یو نمایشي لوی جرګه یا مشورتی لوی جرګه راغوښتل زما په نظر د افغانستان نکم درد دوا کوي او هم د افغانستان د هغه ملي او ملي ګټو سره د ملي منافعو سره په ټکر کې دی اول یعنی دا کېدلای سوای چې جمهور رئیس او د دارو دسته شاوخوا چې ده کولای سوای چې دغه جرګه یا دغه ونډه په ډېره لنډه په ډېره کمه ساحه کې محدوده ساحه کې سره راوغواړي او په خپله په ار کې سره وګوري او د ټولو سرویګانو څخه د عامه افکارو د سرویګانو څخه چې دوه درې دانې سوي دي افغانانو کې په مجموع کې دا اجماع موجوده ده چې 90% افغانان غواړي د طالبانو سره خبرې وسي او د طالبانو سره دا مسله حل سي راغلو نو زما په نظر د دې مشورتي جرګې اساسي هدف سیاسي دی نه مشورتي یو سیاسي هدف لري ارګ او ارګ غواړي چې دغه خلک دغه اشورا نور د خلک د افغان چر اغوشتي دي دا د خپل سیاسي هدف د پاره وکاروي د پارلمان څخه د پارلمان اګنده کې وضاحت بته یعنی چی یعنی دا غواړي چې یو دادی چې خپل ځان ته دغه مسولیت چې د پروژو دی دا د خلکو پروژو باندې واچوي دغه مسولیت چې تر اوسه پورې ارګ څلور زره و شپږ سوه نفره خوشې کړل آزاد یې کړل اوس د څلورو سوو په ارتباط د خلکو سره مشوره کوي یعنی تاسې د دغه ارګ د غلبازي وګورئ د الغ چالو چلن وګورئ چې څلور زره و شپږ سوه آزادوي په هغه کې د شورا سره د مشورتي جرګې سره د خلکو سره مشوره نه کوي مګر کله چې څلور سوه ته راورسېږي بیا د خلکو سره مشوره کوي او غواړي چې دغه بوج دغه بار د مسؤلیت پر نورو واچوي د شورا دپاره د مشورتي جرګې دپاره لازمه وه چې دغه ټیکې ته دغه وکړي اشاره وکړي او ارګ تر ارګ ونیسي چې ارګ اغني دارو دسته تاسې نسی کولای چې د خپل مسؤلیت څخه اوږه خالي کړي دا د ارګ مسؤلیت دی د اجرائیه قوې مسؤلیت دی چې په دې برخه کې صحیح تصامیم نیولی وای او دا بار دا مسؤلیت په نورو باندې روانه چوي د اخلاقي صاحب او نور دغه سي د جرګې غړي باید د دغه سي یو هدف ښکار نسی قربانی نسی چې دوی د دغه سي یو چال یو د غلبازي چې هغه و ټول جهان ته معلومه ده د دغه سي یو چال فریبی او خوري او غولول سي او دا بار د مسؤلیت پر دوی پر غاړه ورواچي حالا شکار شدن یا نه بله او په دې نمایشي مشورتي جرګې کې شرکت کول دا په خپله قرباني کېدل دي ښکار کېدل دي دوی باید دغه ته متوجه سي وای او دغه کار نه وای کړی او هر څه ویلی وای چې یاره تا څلور زره شپږ سوه نفره ایله کړله په دې ارتباط هم ته باید په خپله فیصله وکړې او که چیرې ته غواړې زموږ سره دې فیصله کولی باید په هغه اوله ورځ د زموږ سره فیصله کړې وای کله چې په قطر کې موافقه امضا شوله او د 50,000 طالبانو د ایله کولو د آزادولو مطالبه یې کوله هلته به دستي راټول سوي وای په یوه هفته کې به راټول سوي وای او دا څو میاشتې به نه وای ضایع سوي په زرهاوو افغانان به نه وای وژل سوي اوس به وربند وای اوس به د بین الافغاني مذاکراتو نتیجه معلومه سوې وای ارګ تقریبا څلور پنځه میاشتې په دې موضوع کې تلف کړلې شورا د مشورتي جرګې غړي او نور افغانان هغه محصلین منورین او د هغه خلک چې په افغانستان ته سوله غواړي د افغانستان د خلکو وحدت او دغه غواړي ورورولي غواړي هغه باید ارګ تر غاړې ونیسي آیا این نشست نمیتونه آغازی باشه برای آینده مبهمی که چنین مواردی بیشتر ازش سوء استفاده نخواهد شد؟ انتقاد و نگرانی برخی حقوقدانان همین است آقای فقیری که حالا این اساس نشه برای آینده که خب بخشی از مردم افغانستان هر چند مورد خلاف قانون باشه را میپذیرند که راه حلی باشه برای یک مسئله و او هم ممکن آیا این نمیتونه که آغاز چالش حقوقی دیگر در راستای حکومتداری بر افغانستان باشه؟
یعنی آریان صاحب تاسو وګوري هغه مخکنی مشورتی شورا چې وسوله جرګه چې راغله هغه کم درد واقع څه وکړله یعنی هغه هم وسوله دغه وسوله پکشي کې مصارف وسوله او د هغه فیصلې چات عملی کړلې چې د دې مشورتی جرګې فیصلې به څوک دغه کې عملی کړي خبره دا ده چې هلته یو سیاسي چال موجود دی سیاسي فریبکاري موجوده ده چې دغه ته باید افغانان متوجه کړي د شورا غړي خصوصا د پارلمان د غړو څخه زما هیله دا ده د افغان منورینو څخه زما هیله دا ده چې د ارګ دغه چالبازي او دغه فریب ته خلک متوجه کړي او ارګ پرې نږدې چې دا خپل په چالبازي باندې پر نورو باندې مسؤلیت واچوي د مسؤلیت څخه ځان وکاږي دا د ارګ مسؤلیت دی دا په ارګ پورې اړه لري چې باید دغه کار وکړي او په دې باره کې صحیح تصمیم ونیسي که ارګ چیرې دا کار ونه کړي خپل د مسؤلیت څخه غاړه دغه کوي بسیار تشکر اخلاقی صاحب شما حالا شکار شدین واقعا نمایندگان مردم که شکار شوند و گفته ای آقای فقیری پس دیگرا چگونه میتونن مسئول بمانن یک بس گزینی خیلی ها موثری نبود که حداقل نشست در چوکات ارگ برگزار میشد یا در مجلس نمایندگان رئیس جمهور افغانستان از شما و در کنارش میشد نمایندگان شورای ولایتی را آن بحث مشورتی را که شما مطرح کردین و صلاحیت رئیس جمهور که تعریف شده در یک 21 مورد میتونه همین گزینه هم باشه که حداقل نمایندگان شورای ولایتی و شما گرد هم می آمدین و روی مورد فیصله می کردین اینجا کی تصمیم می گیره؟ در رابطه با موضوع که جناب فقیری صاحب اشاره کردن ما موافق هستیم متاسفانه شما می دانید که یکی از چالش هایی که یکی از مشکلاتی که داریم ما در افغانستان در شورای ملی یا در مجلس نمایندگان هست ناهماهنگی هایی که در مجلس نمایندگان وجود داره ضعف مدیریتی که در ولسی جرگه وجود دارد تشتت و پراکندگی ها و گرایش های مختلف که گاهن اون گرایش ها بر منافع ملی ترجیح داده میشد در ولسی جرگه وجود داره اینا همو اقتدار و جایگاه ولسی جرگه رو متاسفانه پایین آورده و به می خاطرم هست که حکومت توجه چندانی به ولسی جرگه نداشته است. ما با این موافق هستیم. اگر ولسی جرگه اون اقتدار جایگاه خود را می داشت، شورای ملی هماهنگ اگر می بود، چنانچه که یکی از مجلسین سنا هست که اونا یک بخشش انتصابی از طرف رئیس جمهور است و اونا زودتر جلسه گرفتن و تایید کردن که باید در این جلسه در این جرگه باید شرکت بکنه شما هم بخاطر رقابت این کار را کردین یا چیز دیگر چون با در نظر داشت صحبت های رئیس مجلس نمایندگان این جرگه به شکل تحریم شده بود که اشتراک نمی کنن. اما یک بارگی چگونه تغییر کرد؟ خب بحثی است که ما اون هماهنگی لازم و اون یک دستی را در مجلس نمایندگان متاسفانه نداریم یک و دیروز در نشستی که اعضای مجلس داشتن در پارلمان در اتاق کنفرانس ها متاسفانه اون حد نصاب تکمیل نشده بود لذا در اونجا رای گیری صورت نگرفت به خاطر که اگر رای گیری صورت هم میگرفت اعتبار نداشت و همین خاطر هم اونجا گفتن که خب هر کس میتونه شرکت کنه و هر کس شرکت هم نکرد نمیکنه بنابراین ما با این قسمت موافق هستیم اگر شورای ملی و جایگاه خود را می داشت و حفظ میکرد باید جلوی چنین نشست هایی که مصارف و هزینه های هنگفت را داره باید جلوی زنا گرفته میشید حالا خسته با پای شما شکسته شده؟ یا شکار شده این؟ ما پیشتر عرض کردیم که در بین 3400 نفر وقتی در جرگه مشورتی شرکت میکند 250 نفر که این یک تعدادش حاضر نیست میشه 150 نفر یا کمتر و زیادتر چند فیصد از اعضای جرگه مشورتی میشه اونم چون یک دسته وجود نداره طبیعی است که یک تعداد شرکت میکنه یک تعداد حکومتی است و یک تعداد هم که شرکت نکنه اینا نه تنها کدام نفع نمیبره بلکه متضرر میشه ما به جای از اینکه
در اون نشست شرکت بکنم و صدای خود را بلند بکنم اگر در خانه باشم، من فکر نمی‌کنم که من اما خواسته موکلین خود را مطرح بیتانم و از حق و حقوق. اما جناب اخلاقی، برخی دیگر این نشست را و اعضای نشست را بلیگویانی میخوانند که برنامه از قبل ریخته شده و اینا فقط مهر تایید میگذارند. ساده، اگر واضحتر جواب شما را داشته باشیم در این مورد، واضحتر و در کنارش وقتی که آقای سیاف می بیان میکنند که خونریزی و انسانکشی به هر قیمتی باید پایان داده شود، چه برداشت کردین؟ این چه قیمت خواهد بود؟ خب قطعا وضعیت که ما امروز دیدیم در صحبت‌های جناب رئیس جمهور، در صحبت‌های جناب دکتر سیف عبدالله و در صحبت‌های جناب استاد سیاف و همینطور بیانیه که از طرف آمریکا در بین بعض از اعضای جرگه توضیح شده بود و اجنده‌هایی که مطرح بود، وضعیت طوری دیده میشه که این نشست جهت داده شده است و نتیجهش پیش از پیش مشخص است و طبیعی است که یک تعداد زیادی که از اطراف میآیند اینا رو والیا انتخاب میکنه یا ولسوالا انتخاب میکنه، اینا به صدای حکومت و خواسته حکومت اینا جواب مثبت میگن. اما این به این معنا نیست که مایی که در اونجا شرکت میکنیم و ممکن نظر ما مخالف باشه و کارت ما سرخ باشه، ما هم در اونجا عنوان کسانی باشیم که بلیگو حساب بشیم. بسیار تشکر جناب فقیری جان، بندی صحبت ها با شما. آینده این نشست و آینده رهایی 400 زندانی طالب چی خواهد شد؟ هرچند آقای اخلاقی بخشی از این نشست هستند، فکر میکنین که چه انتظاری را میشه داشت از تبعات این نشست؟ آریان صاحب، حقیقت داده چی در سلور سو بندیان به خوشی کیجی زک امریکا دا غواری او دا افغانستان حکومت دا حکومت چوز په کابل کې حاکم دی، دا مجبور دی دا امریکای و غشتونو ته غاړه کښیږدي، که څه هم خنډونه به ایجادوي، سبوتاج به کوي، مګر بالاخره مجبور او مکلف دی هغه څه چې واشنګټن ورته وایي هغسې وکړي. نو لحاظه دا به ډېره بهتره وایي چې په هغه اول سر کې د کله چې دا قطر موافقه وسوله ژر تر ژره افغاني مذاکراتو ته ننوتلي وای او د دغه چالبازۍ و د دغه غلبازیو څخه ډډه کړې وای، د افغانستان پر خلکو باندې زړه سوځولی وای، رحم یې کړی وای، او د دې پر ځای چې د خلکو کړاوونه لا اوږده کړی وای، ورلنډ کړی وای، او هغه په دې معنا چې ژر تر ژره د بین الافغاني کانفرانسونو دپاره لاره پرانیزي او ژر تر ژره دغه جنګ او دغه تشدد خاتمه پیدا کړي. ممنون حضورتان جناب اخلاقی و محترم فقیری در برنامه، ممنون همراهی شما هم. تا این دم تا درود دیگر، بدرود.